با سلام به آموزش های استوریج Storage خوش آمدید تو این قسمت میخواییم در رابطه با نحوه تعریف کردن گلوبال اسپیر توی استوریج‌های های HP سری های MSI خدمتون صحبت بکنیم و بگیم که اصلا دلیل تعریف کردنش چی هستش میخوام که توضیحات از روی وبسایت خدمتون ارائه بکنم آموزش آزاد رو کلیک میکنیم از قسمت HP یه داکیومتی داریم که در رابطه با این موضوع هستش دلیل تعریف کردن اسپیر برای این هستش که اگر که یه دیسکی تو رید شما دچار مشکل بشه و دچار خرابی بشه شما باید همیشه حواستون باشه که اون دیسک معیوب رو تعویض بکنید و این کار خیلی عاقلانه نیست بهتر که توی سیستم گه تو سیستم یه تعداد دیسک به عنوان رزرو روی استوریجتون موجود باشه و از این دیسک ها برای اسپیر استفاده بشه روی MSA شما میتونید به ازای هر ویدیسکی یه اسپیر اختصاصی تعریف بکنید و به هر ویدیسکی یه اسپیر بدید ویدیسک مشابه همون رید هستش و یه مجموعه دیسک رو در کنار هم قرار میده و یه ریدی رو روش سوار میکنه منطقه ما پیشنهاد میکنیم که شما از گلوبال اسپیر استفاده بکنید اگر که یه ویدیسکی دچار مشکل بشه یه دیسکی فیل بکنه دیسکی که به عنوان گلوبال اسپر شما تعریف کردید میاد توی مدار و به اون ویدیسک کمک میکنه بعض اینکه شما دیسک معیوب و ریپلیس کردید دوباره میتونه رول خودش رو داشته باشه و برای بقیه ویدیسک ها مورد استفاده قرار بگیره روش کار خیلی ساده است شما میتونید با دستور set global اسپر دیسک بعد شماره اون دیسک بیاید مشخص کنید که اون دیسک به عنوان گلوبال اسپیر توی سیستم مورد استفاده قرار بگیره همچنین برای حذف کردن یک گلوبال اسپر باید از دستور دیلیت گلوبال اسپیر دیسک شماره اون دیسک بیاید استفاده بکنید و اونو حذفش بکنید خب ادامه بدیم خب اینجا من یه استوریج MSI P2000 G3 دارم که از نوع FC هستش دیسکای هیتاچی من و سی من توی دو تا وی دیسک جداگانه قرار داره و دیسکایی که از نوع اچ پی هستش آزاد هستش اون دیسکار روی انکلوژر اول سوار هستن و دیسکای اچ پی روی انکلوژر دوم دیسک دو یک یعنی از انکلوژر دو دیسک اول رو میخوام به عنوان اسپر استفاده بکنم که سایزش هم یک ممایز دو ترابایت هستش با دستور set global اسپر disk میام این کار رو انجام میدم کافی بنویسم ست set global اسپر disk دیسک. دیسک دو یک و میبینیم که دستور با موفقیت اجرا شد الان دوباره ازش بخوایم کوئری بگیریم میبینیم که الان این دیسک به عنوان اسپر و گلوبال اسپر تو سیستم داره مورد استفاده قرار میگیره و اگر که هر کدوم از اون ویدیسکای اول و دوم دچار دو مشکل بشن این دیسک میتونه برای اونها مورد استفاده قرار بگیره امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه تا آموزش بعدی خدا نگهدار